سرخط خبرها. تلاش برای ساخت کانال داد و ستد اتحادیه اروپا با ایران. وال استریت ژورنال میگوید آلمان یا فرانسه میزبان سازوکار ویژه ارتباط مالی خواهند شد. دعوا بر سر قلمرو در آب‌های روسیه و اوکراین. دبیر کل سازمان ملل از هر دو طرف خواست خوددار باشند. ژنو میزبان همایش بین المللی افغانستان و سازمان ملل. کابل به دنبال جلب حمایت کشورهای منطقه از روند صلح با طالبان. و افزایش آمار خشونت علیه زنان. سازمان ملل میگوید روزانه 137 زن به دست نزدیکانشان کشته میشوند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. اروپا بار دیگر تاکید کرده که به اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران و بهره‌مند شدن این کشور از مزایای آن متعهد است. با این حال، هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اروپا، از ایران خواسته تا با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی بانکی و تجاری به پیشرفت کار کمک کند. دیروز روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که آلمان و فرانسه برای ایجاد یک سازمان مالی با هدف تسهیل روابط تجاری اروپا و ایران پیش قدم شدند. کسری ناجی گزارش می‌دهد. سه هفته بعد از شروع تحریم‌های آمریکا، ایران ایر پروازهایش را به اروپا ادامه داده است، اگرچه بعضی اوقات با بعضی از مشکلات. مهمترین نشانه عملی از حمایت اروپا از ادامه تجارت کشورهای اروپایی با ایران علی‌رغم تحریم‌های آمریکا. همین دو ماه پیش بود که اروپا قول داد سازوکار ویژه‌ای برای ادامه تجارت با ایران ایجاد کند. اعضای اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی ایجاد خواهند کرد برای تسهیل مبادلات مالی مشروع با ایران و این نهاد در چارچوب قوانین اروپا به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا با ایران به تجارتشان ادامه بدهند و شرکای ما در سایر نقاط دنیا هم بتوانند از آن استفاده کنند. مهمترین هدف از ایجاد نهادی تازه ادامه فروش نفت ایران است، چیزی که میتواند شریان اقتصادی ایران را باز نگه دارد. این اولین محموله نفتی ایران به اروپا بعد از برداشته شدن تحریم ها بعد از توافق هسته‌ای 3 سال پیش. حالا روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده که بعد از آنکه لوکزامبورگ و اتریش از میزبانی چنین نهادی خودداری کردند، فرانسه و آلمان پیش قدم شدند که این نهاد را ایجاد کنند، یا در آلمان یا در فرانسه، و بریتانیا هم شاید به آنها بپیوندند. نهاد تازه به نوشته این روزنامه اگر در آلمان مستقر شود، ریاست آن را فرانسه به عهده خواهد داشت و اگر در فرانسه ایجاد شود، یک آلمانی آن را اداره خواهد کرد. این نهاد رابط معاملات خواهد بود. خریداران و فروشندگان اروپایی با این نهاد سر و کار خواهند داشت و ایران مبادلاتش را با این نهاد حساب خواهد کرد. ایران حالا امیدش رو به 3 کشور اروپایی بسته. این رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز در بروکسل. اگر خدای نکرده چون این سازوکاری سر و سامان نگیرد، اوضاع به هم خواهد ریخت و از این شرایط نه کشور من سودی میبرد و نه کشورهای اروپایی. حالا رهبران این 3 کشور باید تصمیم بگیرند که تا چه حد برای نجات توافق هسته‌ای حاضرند با آمریکا بر سر تحریم ها در بیفتند. کسری ناجی، بی بی سی. محمد جواد شله‌سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل از پاریس با ماست. آقای شله‌سعدی، قبلا گفته شده بودش که اتریش و لوکزامبورگ حاضر نشدن میزبان این سازوکار ویژه ارتباط مالی باشن. الان گفته شده که آلمان و فرانسه دنبال راههایی میگردن، طرحهایی رو دارن برای اینکه یکی از اونها میزبان بشه. این طرحهایی که ممکنه همچین چیزی رو ممکن بکنن، چه طرحهایی میتونن باشن؟ ببین، قبلا تمام کشور اروپایی امتناع کردن از اینکه این سازوکار رو میزبانی بکنن. حالا اخباری که داره به صورت در واقع غیر رسمی میاد این هست که مشترکاً آلمان و فرانسه با هم این میزبانی رو بپذیرن و این میتونه در واقع یک راهکاری باشه توسط این کشورها برای اینکه مقابله بکنن با تصمیم دولت آمریکا و هزینه مقابله با این سازوکار رو یک مقدار بیشتر ببرن
بالا برای دولت آمریکا، و اگر آمریکا بخواد با این سازوکار برخورد بکنه مجبور باشه با دو کشور در واقع گلاویز بشه به جای اینکه یک کشور، و در واقع تقسیم ریسکی هست که این کشورها با هم میتونن انجام بدن برای که در واقع بتونن این کار رو راحت تر انجام بدن. قبلا بعضی از کارشناسا ابراز تردید کردن درباره اینکه اصلا این سازوکار نتیجه بخش باشه. آیا اینکه این مشکل میزبانی حل بشه میشه گفت که پیشرفت بزرگیه، یا اینکه هنوز مراحل خیلی زیاد دیگه ای وجود داره سر راه برای اینکه به نتیجه برسه؟ شاید بشه گفت این مهمترین قدم هست، چون که قدم اول هست، ولی این معنی این رو نداره که در واقع کار تمومه و از این به بعد تبادلات ایران به راحتی انجام خواهد شد. نه، مشکلات بسیار زیادی تو این راه وجود خواهد داشت، و همچنین در واقع برخوردی که دولت آمریکا با این قضیه خواهد کرد هم هنوز کاملا مشخص نیست، و نسبت به اون بعدن میشه در واقع این رو قضاوت کرد روش. ولی مسئله اصلی که وجود داره، اگر که این در واقع سازوکار به راه بیفته، قطعا تاثیرات مثبتی روی اقتصاد ایران خواهد داشت و شرکت هایی نسبتاً کوچیک میتونن از این استفاده بکنن، ولی شرکت های بزرگ چون منافع بسیار زیاد توی خود آمریکا دارن، خیلی بعید هست که تن بدن به اینکه از این سازوکار استفاده کنن و ریسک این رو بپذیرن که در بازار آمریکا دچار مشکل بشن. درنچه بیشتر شرکت های کوچیک به نظر من میتونن از این سازوکار استفاده بکنن، و حالا اگر که دولت آمریکا بخواد هزینه این عمل رو خیلی زیاد ببره، حتی در واقع به شرکت های کوچیک رو همین رو بست بده، باید ببینیم که این شرکت ها میپذیرن این ریسک رو انجام بدن یا نه. ولی مسئله اصلی که وجود داره این هست که در واقع این کشورهای اروپایی و دولت‌ها نمیتونن به هر حال که شرکت‌های خصوصی رو مجبور کنن که با ایران تبادلات انجام بدن و از این سازوکار استفاده بکنن، و در واقع این به نظر من بزرگترین مشکل این سازوکار هست که بتونه بقیه رو تشویق بکنه که ازش استفاده کنن و ریسک اینو بپذیرن که با ایران کار کنن. ممنونم ازتون محمد جواد شله‌سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل. در خبر دیگری در ارتباط با ایران، طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. یک عضو هیئت رئیسه گفته 24 نماینده این طرح را امضا کردند. به گفته علی اصغر یوسف نژاد، این طرح در 11 محور از عملکرد آقای ظریف انتقاد کرده. آقای یوسف نژاد گفته حرف‌های آقای ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران یکی از دلایل این استیضاح است. آقای یوسف نژاد گفته طرح استیضاح برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستاده خواهد شد. تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران از بازار مسکن در تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن در پایتخت نسبت به سال گذشته 91% افزایش داشته. این گزارش همچنین از رکود در بازار مسکن به نسبت آبان ماه سال پیش خبر می‌دهد، به طوری که خرید و فروش خانه بیش از 50% کاهش داشته. قیمت اجاره خانه نیز در تهران 17% رشد داشته. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، از روسیه و اوکراین خواسته تا خوددار باشند و به تنش بیشتر در منطقه دامن نزنند. روسیه تصاویری از ملوانان اوکراینی بازداشت شده منتشر کرده که میگوید اعترافات آنهاست. در این تصاویر آنها میگویند که وارد آبهای روسیه شده بودند. اوکراین هم در مرزهای شرقی خود حکومت نظامی برقرار کرده. فامیل اسمایلوف، سردبیر بخش روسی بی بی سی، اینجا در استودیو با ماست. فامیل، اگر که از این اعترافاتی که روسیه نشون داده شروع کنیم، به نظر میرسه که 3 نفر از این ملوانان اوکراینی بودن که یه اعترافاتی کردن. یه مقداری بیشتر در مورد حرفای اونا برامون بگو. سرویس های اطلاعاتی و امنیتی روسیه FSB دست کم 3 ویدیو رو منتشر کردن از ملوان های اوکراینی که اعتراف می کنند به اینکه در آبهای سرزمینی روسیه وارد شدند. این اعتراف ها تحت شرایط دشواری گرفته شده. این افراد طبیعتاً دستگیر شده بودند، تحت حبس بودند. بنابراین نکته اصلی اینجا
المان پروپاگاندا هست که روسیه دارن از این اعترافات استفاده میکنن. حالا اینکه چطور اونا رو گرفتن یک بحثه، ولی میخوان که فشار رو بر اوکراین زیاد کنن و کمک کنن به تقویت موضع روسیه در ارتباط با مناقشه اوکراین و در آینده در قبال هر گونه فشاری که غربی ها بخوان بر روسیه وارد بیارن. برای همین است که ولادیمیر پوتین به صدر اعظم آلمان تلفن کرده، انگلا مرکل، و گفته که ما اینها رو چنین شرایطی داریم، اینها رو دستگیر کردیم و میخوایم که شما فشار بیارین به اوکراین. بنابراین یک پیروزی پروپاگاندایی است برای روسیه و به نوعی برای اوکراین هم همینطور، برای اینکه آقای پوروشنکو طبیعتاً از این استفاده خواهد کرد، از فشار روسیه بر ملوانهای اوکراینی استفاده خواهد کرد و اینکه کشتی‌های اوکراینی رو تقویت کرد، توقیف کردن، به عنوان یک مثال دیگر فشار روسیه بر اوکراین. در مورد این پیروزی به گفته خودت صحبت کنیم، چقدر واقعا میشه اسمش رو پیروزی گذاشت در حالی که بیشتر واکنش‌هایی که بهش بوده اینه که این همونطور که خودت هم گفتی زیر فشار گرفته شده، و با توجه به اینکه روسیه الان خودش هم زیر فشار غرب هست، آیا بیشتر از این میتونه با استفاده از این کارهای تبلیغاتی مقاومت کنه؟ مشکل اینجا اینه که مناقشه اوکراین و روسیه به این زودی ها پایانی براش متصور نیستیم. از طرف روس‌ها طبیعتاً کریمه رو پس نخواهند داد، یا مناطقی از شرق اوکراین رو که تحت کنترل نیروهای مورد حمایتشون هست، نیروهای جدایی‌خواه اونجا رو پس نخواهند داد. مشکل اینه که در سمت دیگر غرب و اوکراین طبیعتاً نمیتونن تحریم‌های بیشتری علیه روسیه وضع کنند، برای اینکه تحریم‌هایی که همین الان هم برقرار هستن به نظر نمیاد که در حال جواب دادن و در حال کار کردن باشن. روس‌ها اینو خیلی خوب میدونن و دارن سعی میکنن نشون بدن که شما کار بیشتری نمیتونید بکنید علیه ما، بنابراین در یک موقعیت قدرت قرار دارن. همچنین باید در نظر داشته باشیم که مسائل سیاسی داخلی روسیه و دولت آقای پوتین چه اثری داره بر روی مخاطبان او در روسیه. مردم روسیه داره به اونها میگه که ما قوی هستیم، هر کاری که غربی‌ها کردن ما نتونستن که تحمیل صدمه‌ای به ما بزنن و کاری نمیتونن علیه ما بکنن، بنابراین این براشون مفیده، بنابراین ما میخوایم بمونیم در کریمه و حتی در شرق اوکراین. این پیامی است که داره به مردم خودش میده آقای پوتین از طریق چنین حرکت‌هایی و از طریق این دعوایی که در تنگه کرچ پدید اومد. ما برنامه بلند مدت پوتین چیه؟ پترو پروشنکو گفته که امکان حمله نظامی وجود داره. آیا ممکنه که پوتین بخواد حمله های بیشتری رو به اوکراین انجام بده ورای کریمه؟ احتمالش خیلی ضعیفه که اوکراین بتونه هر گونه در برابر هر گونه حمله نظامی روسیه مقاومت کنه، و خیلی هم بعیده که اوکراین بتونه هر حمله نظامی علیه روسیه رو شروع کنه. نیروی نظامی دو کشور واقعا قابل مقایسه نیست. اما به نظر من معنای و اهمیت این مناقشه خیلی بیشتر به سیاست داخلی دو کشور مربوط میشه و اونجا هست که نمود داره. آقای پوروشنکو هم در ماه مارس باید در انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین شرکت کنه، و از طرف دیگه آقای پوتین هم دیده که محبوبیتش خیلی کم شده در کشورش، بنابراین باید موقعیت خودش رو بهتر کنه. خیلی ممنونم ازتون فامیل اسماعیلوف از بخش روسیه بی بی سی. خب یک خبر فوری هم داریم. خبرگزاری تاس گزارش داده که دادگاهی در کریمه برای 24 نفر از این ملوان اوکراینی که بازداشت شدن در روسیه و الان در موردش صحبت کردیم قرار 2 ماه بازداشت صادر کرده. این ملوانان همونطور که گفتیم روز یکشنبه دستگیر شده بودن. روسیه اونها رو متهم کرده که به طور غیرقانونی وارد قلمروی آبی روسیه شدن. بریم به افغانستان. دولت این کشور و سازمان ملل متحد میزبان یک همایش بین المللی در ژنو هستند. همایشی که هدف از آن ارزیابی چگونگی مصرف بیش از 15 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان است. یکی دیگر از اهداف این کنفرانس بررسی تلاش‌های صلح برای پایان دادن به بیش از 17 سال جنگ با طالبان است. دولت افغانستان امیدوار است که در این کنفرانس بتواند حمایت کشورهای منطقه را برای دستیابی به صلح جلب کند. خبرنگار ما داوود قاری‌زاده از محل برگزاری کنفرانس در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با ماست. قاری داوود، از اتفاقاتی که در اونجا میفته برامون بگو.
کنفرانس ژنو در واقع 13مین کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان است که در 17 سال گذشته یعنی پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت جدید برگزار می شود و این کنفرانس در واقع فرصت است برای جامعه جهانی که بتواند در واقع کمک بیش از 15 میلیارد دلاری را که دو سال پیش در کنفرانس بروکسل به افغانستان تعهد کردند در مورد نحوه مصرف از و چگونگی از و چقدر موثر بوده یا نبوده بتوانند بحث کنند و همینطور دولت افغانستان هم باید بیاید در این کنفرانس بین المللی به جامعه جهانی حساب پس بده و در واقع وقت این تعهد بیش از 15 میلیارد دلاری صورت گرفته بود افغانستان هم در مقابل گفته بود که اقدامات را برای مثلا کاهش فساد یا مبارزه با فساد در واقع که در اولویت های برنامه های دولت افغانستان بود و همینطور اصلاحات در بخش های مختلف از جمله در بخش اقتصاد و تجارت باید به وجود می آورد که در واقع حالا افغانستان به نحو دوباره تلاش داره تا حمایت جامعه جهانی را باز هم در این بخش ها جلب کنه که جلسه امروز اختصاص داشت به مسئله توسعه اقتصادی افغانستان البته یکی از دو جلسه مهمه که در این امروز برگزار شد و یک جلسه دیگه هم در مورد توانمندسازی زنان و جوانان بود که در اونجا سخنران اصلی بانوی اول افغانستان رولاغنی بود و در جلسه دوم که در مورد توسعه اقتصادی بود و توجه خیلی زیاد هم به او معطوف شده در واقع خود آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بود که در اونجا سخنرانی داشت و بیشتر از جامعه جهانی خواست تا بتونه همچنان به کمک‌هاشون ادامه بده و دنبال آقای غنی گفت دنبال در واقع شرکای بین المللی به خصوص در اروپا می‌گرده تا بتونه افغانستان از وضعیتی که فعلا به او دچار هست البته در قسمت توسعه اقتصادی تا حد نجات بده. The partnerships that we seek are with the big purchasers in Europe. ما به دنبال شراکت و حضور در بازار بزرگ اروپا هستیم. در واقع کلید توانمندسازی زنان و جوانان در دست شماست. وقتی که شما محصولات ما را می‌خرید، رابطه متفاوتی شکل می‌گیرد. این رابطه در بخش‌های مختلف از مخابرات گرفته تا نساجی بین اروپا و افغانستان به وجود می‌آید. این رابطه به نفع هر دو طرف خواهد بود. That can enable us to be able to form a range of connections that would be mutually distinct. تصویری که آقای غنی از وضعیت در افغانستان ارائه داد تصویر خیلی زیاد خوشبینانه به نظر میرسه ولی در مورد چالش هایی هم که البته چالش های فنی که در بر سر راه توسعه اقتصادی افغانستان وجود داشت هم اشاره کرد مثل زیربناها نبود زیربناهای اساسی برای تجارت با کشورهای مختلف و همینطور چون افغانستان کشور است که به دریا و به آب راه نداره بنابراین خود صادرات افغانستان هم یک دردسر بزرگ برای تاجران افغانستان بوده ولی بر بررسی از این موضوع قربان حقجو سفیر و نماینده دائم افغانستان در سازمان تجارت جهانی را اینجا با خود داریم آقای حقجو خیلی زیاد خوش آمدین همونطور که گفتیم آقای غنی در سخنرانیش که شما هم در کنارش بودین خیلی تصویر خوشبینانه ارائه کرد ولی وضعیت آنقدر هم خوشبینانه نیست در افغانستان تشکر عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و بیننده های تلویزیون شما البته در مجموع با توجه با سالیان قبل وضعیت بهبود پیدا کرده در این شکل نیست و این هم از گزارشات که شما سکتور خصوصی و نماینده هایشان شنیدین در همون نشست اونا هم او را تقدیر کردند و تایید کردند که یک سری اصلاحات و وضعیت خوبتر اتفاق افتاده که اونا بیشتر احساس راحت میکنند و همچنان در گزارشاتی که از طرف جامعه جهانی به خصوص بانک جهانی در زمینه تیار شده آخرین گزارششان که در ماه اکتبر نشر شد در اوجه هم نشان میده که افغانستان در قسمت تشبسات خود و پیشبرد تشبسات خود و مدیریت از او وضعیت بهتر داره در 11 معیار و شاخصی که دارند که در اوجه افغانستان 16 مرتبه در جدول صعود کرده یک دستاورد است و این واقعیت است که کارهای مثبتی هم شده اما طبیعی است که هنوز هم ما در میشه گفت که در آغاز راه هستیم از نظر توسعه اقتصادی بر علاوه چالش های ساختاری که ما داریم که موضوع زیربناها هست موضوع رشد بد
جدی اقتصادی ما هست، عدم رشد یافتگی سکتورهای مهم اقتصادی ما به خصوص زراعت و معادن ما هست که تا حال درست سرش سرمایه گذاری نشده، مسئله یک مهاد بودن به خشک است، ظرفیت های پایین سکتور خصوصی اینا، اما بعضی چالش ها مشکلات جانبی است که هم انوزه هم داره مانع رشد سکتور خصوصی افغانستان و اقتصاد کشور میشه. یکی از این چالش ها بدون شک شاید هم فساد باشه، چون افغانستان یکی از فاسدترین کشورها در جهان است. فساد به یقین که فساد متاسفانه فساد مالی و اداری در افغانستان هنوز هم وجود دارد، در این شک نیست و دولت افغانستان راپور را گزارش کردن در این قسمت تعهداتی که داشتن. ما در یک جای خواندم که 50% از تعهدات را که کرده بودند در این بخش تا حال اونا تانستن عملی بکنند. خیلی کم است، اندک است در واقع، باید با تلاش بیشتر صورت. چه چیز مانع مبارزه با فساد میشه در افغانستان؟ خب مسئله فساد من فکر می کنم که یک موضوع فوق العاده پیچیده است و این تنها یک بُعد نداره، ابعاد مختلف دیش هست که به شکل متأسفانه امروز به نظم تعریف ناشده در جامعه افغانستان تبدیل شده و یک تلاش بسیار قوی می خواهد از تلاش جدی در راستای محو فساد در افغانستان با اراده قوی سیاسی، با تطبیق قوانین، با مکانیزم سازی روند مبارزه با فساد، با تعهدی که از نظر عدم جانبداری و دخیل سازی یا سیاست سازی از این میتونه باشه، و همچنان خود سکتور خصوصی و مردم نقششان در محو فساد بسیار تعیین کننده است که اینا هم باید فوق العاده در این قسمت حساس باشند و گزارش بدن و خودشان دخیل نشن. ولی اگر در صورتی که همچنان این مشکلات سر جایش هست و همونطوری که شما میگین خیلی مشکل بزرگ عظیمه هست، پس ما نباید انتظار داشته باشیم که افغانستان در این کوتاه مدت در واقع حداقل بتونه پس روی پای خودش استاد شود، بتونه از روی توسعه اقتصادی بتونه به مشکلاتش رسیدگی کنه. من اتفاقا خوشبین هستم نسبت به کارهایی که اتفاق میفته و پیشرفتهایی که شده، و من باور دارم که افغانستان اگه به می منوال پیش بره و کم دگام سرعت داده شده قسمت آوردن اصلاحات در قوانین و در پروسیجرهای اداری و در زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری کلانی که در بخش معادن ما و فرصت سازی برای توسعه تجارت های کوچک و متوسط به خصوص رسیدن به جوانان و خانم ها، من باورم این است که ما میتونیم سرعت رشد اقتصادی ما بلند بره و افغانستان بتونه سر پایش ساخته شوه. قربان حقجو، سفیر و نماینده دائم افغانستان در سازمان تجارت جهانی، تشکر از شما. کنفرانس ژنو فردا هم ادامه داره و فردا روز در واقع اصلی این نشست هست و در روز دوم قرار است آقای غنی در سخنرانی که در این کنفرانس خواهد داشت توجه اصلیش به برقراری صلح و آشتی با طالبان خواهد بود. همون گونه که میدانیم این کنفرانس از لحاظ زمانی هم در وقت خیلی حساس برگزار شده، چون تلاش های صلح هم از طرف آمریکایی ها و هم از طرف دولت افغانستان شدت گرفته و آقای غنی انتظار میره که فردا در سخنرانیش به موضوع خود دولت افغانستان در قبال آشتی با طالبان بپردازه و گفته شده البته به گفته مقام های افغان جزئیات بیشتر و تازه و مهم را قرار است در این رابطه اعلام کنم. ممنونم از داوود، خبرنگار ما داوود قاری‌زاده از ژنو. مکزیک از آمریکا خواسته درباره استفاده از گاز اشکاور علیه صدها مهاجر که سعی کردن از مرز بگذرند تحقیق کند. مرزبانی آمریکا بیش از 40 نفر را که از دیوار مرزی پریده بودند بازداشت کرده و مرز را چند ساعت بسته. مکزیک هم حدود 100 مهاجر را اخراج کرده. آنها بخشی از کاروان مهاجرانی هستند که اخیراً از آمریکای مرکزی به طرف آمریکا حرکت کردند. ویل گرانت از شهر تیخوانا در مرز مکزیک گزارش می‌دهد. وقتی فقیرترین افراد قاره آمریکا سعی کردند به زور وارد ثروتمندترین کشور این قاره شوند، با مقاومت، پلیس ضد شورش و گاز اشکاور روبرو شدند. تظاهرات آرامی که سر رسیدگی به درخواست پناهندگیشان راه انداختند، فوراً تبدیل به راهپیمایی به طرف مرز آمریکا شد. آمریکا و مکزیک مرز را بستند و آنها را به عقب راندند. مهاجران دیروز صبح نگران از خواب بیدار شدند، نگران از شدت گرفتن خشونت و حضور گسترده‌تر پلیس. بعضی از آنها از مکزیک اخراج شده بودند و بعضی همراه کودکانشان گاز اشکاور خورده بودند که از طرف آمریکا شلیک شده بود. پا
پلیس ما رو هول میداد و میزد. من و زن و بچه‌هام رو پلیس زد. چرا؟ مجرمیم؟ ما اون چیزی نیستیم که ترامپ فکر میکنه. ما آدم‌های زحمتکش فقیر هستیم. تلاش مهاجران برای عبور از مرز عجیب نبود. آنها در برزخی قانونی گرفتار شدند و نشانه ای از بهبود وضعیت نمی‌بینند. شرایط در تیخوانا به سرعت بدتر می شود. این صف صبحانه است. ساعتها در صف می ایستند و خیلی از آنها خوراک تمام روزشان فقط همین صبحانه است. ولی آقای ترامپ به شکایت‌های آنها اهمیتی نمی دهد. او این مهاجران را مجرم خوانده و گفته که ممکن است دستور بدهد مرز را برای همیشه ببندند. بعید است تجارت در مرز که روزی معادل 1 میلیارد دلار است متوقف شود. ولی همین بسته شدن موقت مرز بر وضع زندگی مردم شهر تیخوانا اثر منفی گذاشته. اقتصاد این شهر به توریسم بستگی دارد و کاسب‌هایی مثل فرانسیسکو آیالا لطمه ای را که بازار خورده حس می‌کنند. او می‌گوید این هفته بازار کساد بود. به گفته او علتش مهاجرها هستند. ولی اکثر مهاجران کاروان نمی‌خواهند مشکل درست کنند. هوا دارد به تدریج سردتر می‌شود و آنها کریسمس را باید در چادر و کنار دیوار مرزی بگذرانند. می‌دانند که هر تلاش دیگری برای عبور از مرز به معنای اخراج آنها خواهد بود. ویل گرانت، BBC نیوز، تیخوانا. چند خبر کوتاه. رئیس جمهوری آمریکا گزارش 13 نهاد دولتی درباره عواقب اقتصادی تغییرات اقلیمی را رد کرده. بنابراین گزارش، تغییرات اقلیمی میتواند صدها میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه بزند و به مرگ هزاران نفر منجر شود. این گزارش میگوید آتش سوزی های گسترده، طوفان و خشکسالی در آمریکا ناشی از بالا رفتن دمای زمین است. آقای ترامپ در واکنش گفته به یافته های این گزارش باور ندارد. او گفته به باور او آمریکا در یکی از پاکترین دورانش به سر می‌برد. حسن قنتار، پناهجوی سوری که 7 ماه در فرودگاهی در مالزی اقامت داشت، با پذیرفته شدن درخواست پناهندگیش به کانادا مهاجرت کرده. آقای قنتار از اقلیت دروزی است. عذر می‌خوام. او گفته به دلیل تهدید این اقلیت از سوی تندروها از سوریه فرار کرده. یکی دیگر از نگرانی‌های او این بوده که به خدمت سربازی فراخوانده شود. گروهی از شهروندان کانادا از او در روند درخواست پناهندگی حمایت مالی کرده بودند. متیو هجز، دانشجوی دکترای بریتانیایی که بیش از 6 ماه در امارات متحده عربی بازداشت بود، به لندن بازگشت. با وجود عفو آقای هجز، مقام‌های امارات هنوز اعتقاد دارند او برای بریتانیا جاسوسی می‌کرده، اتهامی که بریتانیا آن را رد می‌کند. پرونده آقای هجز باعث تیرگی روابط دیپلماتیک دو کشور شده بود. آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که روزانه 137 زن در سراسر دنیا به دست نزدیکان یا بستگانشان کشته می‌شوند. پارسال شمار زنانی که این گونه جان خود را از دست دادند 87 هزار نفر بود. اغلب این قتل‌ها در آفریقا و آمریکای لاتین رخ می‌دهند. از بینشان السالوادور بدترین رتبه را دارد. برگردان گزارش پاتریسیا سولباران را ببینید. Every 18 hours a woman is killed. هر 18 ساعت یک زن کشته می شود. هر ساعت یک زن مورد تعرض جنسی قرار می گیرد. بعضی وقتا حس می کنیم هیچ قدرتی نداریم، چون کار بیشتری نمی تونیم بکنیم. ضمناً زنها تمایلی به گزارش خشونت ندارن، چون از عواقبش می ترسن. در مورد خشونت‌های مرتبط با باندها در السالوادور گزارش‌های بیشتری مطرح شده، اما خشونت علیه زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته. اینجا میز خالی کارلا تورسیو، روزنامه‌نگار است. او را حدود 7 ماه پیش وحشیانه کشتند. مرگ او که یک بچه هم داشت 152مین زنکشی طی امسال بود. البته این رقم حالا به 300 نفر رسیده. اصلا قابل شناسایی نبود. صورتش به شدت ضربه دیده بود. زمان خیلی سخت میگذره. هنوز همه چیز جلوی چشممه. ولی خیلی سخته که با این وضعیت کنار بیام. شوهر او ماریو با چهره غم‌زده پرونده قتل همسرش را دنبال میکرد و مصاحبه های تلویزیونی فراوانی هم کرد. بعد از یکی از این مصاحبه ها پلیس در خارج از استودیو او را به اتهام قتل کارلا بازداشت کرد. او فعلا منتظر محاکمه است و میگوید بیگناه است، اما دادستانی از وجود شواهدی قوی علیه او خبر داده.
این پرونده برای مردم السالوادور یک شوک بزرگ بود. این موضوع سبب شد تا دادستانی ویژه برای پیگیری فوری پرونده‌های زنکشی انتخاب شود. پرونده کالا تورسیو مثل یه بمب ساعتی بود. این عمل خشونت‌آمیز باعث شد زنکشی به عنوان یه مسئله مطرح بشه. جنگ داخلی السالوادور در دهه‌های 80 و 90 میلادی باعث مرگ هزاران نفر شد. مردم اینجا میگویند که آن ماجرا تا حدودی عامل فرهنگ خشونتی است که حالا زنان را قربانی می‌کند. این هفته که اینجا داشتیم فیلم برداری می‌کردیم، شنیدیم 5 زن به قتل رسیدند و 5 خانواده داغدار شدند. پاتریسیا سولواران، بی بی سی نیوز، سان سالوادور. برگردیم به ایران. یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان به تازگی درباره فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته در خیابان ناصرخسرو تهران هشدار داده. دکتر رهبر مجدهی آذر گفته دلالان با تغییر تاریخ مصرف روی